سلام خدمت همراهان همیشگی پادکست با یه گزارش جدید از تولید یه محصول خیلی حیاتی در کشورمون در خدمت شماییم. امروز میخواییم درباره یکی از حیاتی ترین داروها در حوزه پزشکی هسته‌ای با شما صحبت کنیم. تا آخر این ویدیو با پادکست همراه باشید و لایک اون رو فراموش نکنید. استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در حوزه هسته‌ای یکی از نیازهای بشر بوده و کشورمون ایران هم همپای چند کشور محدود در این فناوری فعاله. با سرمایه‌گذاری وسیع در حوزه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله تولید رادیو داروها، قدم‌های خیلی خوبی رو توی این زمینه برداشته. رادیو ایزوتوپ‌ها بخش مهمی از رادیو داروها هستند و بیشتر از 30 ساله که در حوزه پزشکی و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرن. به طور کلی به محصولات رادیواکتیوی که در پزشکی استفاده میشه، رادیو دارو گفته میشه. امروزه توی برخی شرایط پزشکی به ویژه در تشخیص و درمان سرطان‌ها از رادیو درمانی استفاده میشه. رادیو درمانی با استفاده از انواع پرتوها سلولهای تومور رو هدف قرار میده و اونها رو تضعیف میکنه و یا از بین میبره. در حال حاضر حدود 1800 رادیو ایزوتوپ شناخته شده که از بین اونها حدود 200 رادیو ایزوتوپ در موارد مختلف مورد استفاده قرار میگیرن. ایزوتوپ های رادیواکتیو ممکنه به صورت طبیعی یا مصنوعی ایجاد بشن. برای تولید مصنوعی رادیو ایزوتوپ ها ممکنه از راکتورهای هسته‌ای و یا از سیکلوترون ها استفاده بشه. استفاده از راکتورهای هسته‌ای یکی از مناسبترین روش های تولید رادیو ایزوتوپ های غنی از نوترون مثل مولیبدن 99. برای تولید ایزوتوپ های غنی از پروتون مثل فلور 18 معمولا از سایکلوترون ها استفاده میشه. حالا که تا اینجای بحث با ما همراه بودید و برای شما جذاب بوده، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال پادکست رو سابسکرایب کنید. حالا که تا حدودی با کاربرد رادیو ایزوتوپ ها آشنا شدین، بریم سراغ رادیو ایزوتوپ مولیبدن 99. اصلا به چه کاری میاد و چه گرهی قراره از مشکلات ما باز کنه؟ رادیو ایزوتوپ تکنسیوم 99 دارای نیم عمر 6 ساعته. از این رادیو ایزوتوپ برای تاثیربرداری از مغز، تحال، کلیه، مثانه و سایر اندام ها، غدد بزاقی و عفونت ها استفاده میشه. به گفته مدیر پروژه طرح کلان مولیبدن در خصوص اینکه این طرح چه نیازی رو برطرف میکنه، گفته که مولیبدن جهت تشخیص برخی بیماری ها استفاده میشه و هر هفته بیمارستان ها مراکز تشخیص پزشکی هسته‌ای در سراسر کشور نیازمند رادیو داروهایی بر مبنای استفاده از تکنسیوم 99M هستند و سالانه بیشتر از 1 میلیون بیمار از تکنسیوم 99M بهره میگیرن. جالبه بدونید تمام نیاز به مولیبدن 99 به عنوان مادر انواع رادیو داروهای مبتنی بر تکنسیوم 99. عملیات اجرایی تولید این رادیو دارو در پایان سال 85 با حضور وزرای علوم و بهداشت و رئیس سازمان انرژی اتمی در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای صورت گرفته و بعد از اون آزمایش‌ها برای کنترل کیفی و تست های حیوانی و بالینی توی بیمارستان های تهران از جمله بیمارستان دکتر شریعتی، بیمارستان میلاد و شهدای تجریش انجام شده و در پی نتایج مثبت آزمایش ها پروانه بهره برداری از این رادیو دارو بالاخره صادر میشه و برای اولین بار در ایران تولید این رادیو دارو توی آزمایشگاه های رادیو اکتیو تهران و جابر ابن حیان انجام شده. رادیو دارویی که داریم دربارش صحبت می کنیم از کشور بلژیک با هزینه چند میلیون دلاری وارد می شده. تکنسیوم 99M به علت نیم عمر کوتاه 6 ساعتش و حداقل پرتوزایی به بدن رادیو داروی خوبی توی پزشکی به شمار میره. چرا که ساعتی بعد از ورود دارو به بدن خود به خود از بین میره. به دلیل نیم عمر کوتاه رادیو داروها این عنصر رو نمیشه برای استفاده طولانی مدت ذخیره سازی کرد و به همین دلیل باید بلافاصله بعد از تولید دارو به بدن بیمار تزریق بشه و تاثیربرداری های پزشکی انجام بشه. قبل از هر ساله 3 میلیون دلار برای تهیه ماده مولیبدن 99 تکنسیوم 99M هزینه می شده که با تولید اون در کشور این رقم به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و تقریباً به صفر رسیده. و در آخر این خبر خوشحال کننده رو بگم که ماده مولیبدن 99 تکنسیوم 99M در حال حاضر تنها در چند کشور تولید میشه
و ایران جزو معدود کشورهای تولید کننده این رادیو داروه و به گفته دکتر جواد کریمی ثابت رئیس مرکز پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای روشی که در ایران برای تولید این دارو پیاده شده روشی منحصر به فرد و محصول اون هم با استانداردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابقت داره. ممنون که تا اینجای کار با ما بودید. توی کامنت ها حتما برامون بنویسید نظرتون درباره این دستاورد متخصصان کشورمون چیه؟ امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و کارهای بعدی ما رو هم دنبال کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارشم یادتون نره.